مجموع همه خوبها. واقعا من از ایشون خیلی 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 یاد گرفتم. هیچ لحظه‌ای بدون انرژی مثبت شما نمیتونید ببینیدش. با پرنسیپ بود، یه جنتلمن بود، یه خوشبوش بود. من یه آقایی رو میدیدم که قد بلند بودن با یه قیافه جدی و خیلی هنری. خیلی محبت میکنه، خیلی محبت داره. آدم پر مطالعه‌ای هم هست. اون در خصلتش این به کارش خیلی علاقه داشت. تمام اون صفاتی رو که ما در کارمون نیاز داریم برای اینکه بتونیم کار رو به سلامت تموم کنیم ایشون داشت. اصالتی در چهرهشون موج میزد که ما رو خواه نخواه بدون اختیار جذب میکرد. من از ایشون فقط محبت و انسانیت دیدم. در آدم ها احترام قائله، برای آبروی آدم ها احترام قائله. افتخارات تئاتر این مملکته. پیشکسوت فوق‌العاده خوبیه. تاریخ مصور جهان بازیگری ایران. بسیار فرهیخته و علاقه زیادی به خواندن کتاب داشت. دعوت میکنیم از پیشکسوت عرصه سینما، تئاتر و تلویزیون جناب استاد داریوش اسدزاده. هنر اقیانوس بیکرانی است. 72 ساله که در مسیر هنر طی طریق می کنم، ولی هنوز هنرمند نیستم. هنر یعنی روح والای فرد برگزیده‌ای به نام هنرمند. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است در جریده عالم دوام ما. داریوش اسدزاده متولد 1302 در آذرماه در کرمانشاه. پدر من چون قشونی بود و مرتب به شهرسرا مأموریتش میدادن، یا در همدان یا در کرمانشاه یا در تهران، به نتیجه یک برادران و خواهران هر کدوم در یک شهری به دنیا آمدن. دو برادر بودیم و دو خواهر. دو تا خواهرم که یکیشون فوت کرده و یکیشون زنده است، کوچکتر از هم است. پدرم منتقل شد به تهران. ما اومد در تهران چون خودش تهرانی بود و تو خیابون ری کوچه قجرا بزرگ شده بود. اینم به همونجا علاقه داشت و تو خیابون ری بازرچه نایب سلطنه و خیابون عدیل موله که جایی رو اجاره کردیم و اونجا خیابون رخشورخونه بود. خیابون بزرگی بود که بعد هم بخورد به آبمنگل. چقدر اول شده این ساختمان ها نبود. خونه های یه طبقه بود. از این مغازه ها نبود. اینجا یه نون سنگکی بود که ما میادن نون سنگکی میگرفتم، سنگک میگرفتم. اینجا دیگون بقاله مشتباس بود. بعد اینجا ماست میخریدم و تخمه بخریدم. بعد تخمه بخریدم دوتا شسته شد. خونهتون کجا زنه؟ خونهمون علاله برای جلوتر. اخیامون تموم شد. دیگه اینجا رو چیز کردم. اخه
دیگه افتادیم توی بزرگراه، تمام خراب شده. اینجا بازارچه ناز سلطنه نارو در بچگی از اینجا خیلی لذت می‌بردم. چون منزل من همون روبرو بود، منزل حجر و مولک بود و محل تماشا و گردش و خرید ما بود. من در اونجا وارد دبستان ترقی شدم و از اونجا ادامه دادم تا بالاخره تا کلاس شیش هم اونجا تموم کردم و بعد از اون وارد دبیرستان تجارت شدم. یک دو سال اونجا بودم، رفتم دارالفنون و بعد از اونجا که سیکل گرفتم بعد وارد دبیرستان دارایی شدم. در سال 21 وارد هنرستان هنرپیشگی شدم. اولین تئاتری که من در تئاتر بازی کردم، اول نمایشنامه لیلی مجنون کمدی بود. لیلی مجنون کمدی نوشته آقای مزدیوان فکری خدا بیامرزه بود و خودش هم کارگردانی کرده بود. در حدود 20-25 تا نمایشنامه نوشتم که با اجازه وزارت ارشاد روی صحنه رفت و کارگردانی همین 20 نمایش کردم. به هر جهت کارهای هنری من در تماشاخانه زیاد بوده و شاید در حدود 150 تا نمایشنامه بازی کردم. خودش میمد نقش خودش رو جلو خودش مجسم میکرد و با لباس میمد به آفتابم دستش بود، آفتابش هم بسود به خودش میمد رو صحنه با یک کلا و با دستم میزدم تو کلا، این کلا پرد میشد تو سالن. و یک شب دیگه که شخص اول مملکت اومده بود همین برنامه رو تماشا کرد، هیچ وقت فراموش نمی‌کنم، در اون شب باز من همین کار اسدزاده کار کرد با اون لباس خنده آور و مسخکش اومد رو صحنه و آفتابه و که من باز زدم با کلاه، زدم زیر کلاهش، کلاهش افتاد صاف چون صحنه ردیف اول چه شخص اول بود. 30 سال تو این تئاتر زندگی کردم. من تقریبا 18 سالم بود که رفتم به لاله‌زار، لاله‌زار اون زمان، و گفتم برم این تماشاخانه تهران رو ببینم. و وقتی که وارد اون محیط شدم یک گیرایی خاصی داشت و منو گرفت. خونه من، عمر گذراندم. میدونستم که این تماشاخانه تهران به دست بزرگان اون زمان ساخته شده بود و کسانی که در اونجا کار میکردن مثل علی اصغری گرمسیری بود، محتشم بود، معز الدیوان فکری بود، داریوش اسدزاده بود. حالا به این روز افتاد. این اول تئاتر دائمی این مملکت ما بود. این اولین تئاتری بود که مرحوم صدرالخان نصر اینجا رو پایه‌گذاری کرد و من از همون ابتداش همراهش بودم. حالا ببینم متاسفانه تبدیل به یک مخروبه شده. چرا؟ توش گربه رفت آمد میکرد، موش پیدا شده بود، کیسه سیمان اونور بود. دوست نداشتم به این روز بیفته. متاسفانه قدر هنر شناخته نشد و این تئاتری که
اولین تئاتر قدیمی ما بود به این نزفته بود. دنیا چطور زود به زود عوض میشه؟ افسوس، افسوس. از لاله زار که میگذرم بغض ترانه میشکنه، تو عمق سینم یه نفر با زیر آواز میزنه. یه روز بهش گفتم که علی تو میخواستی این لاله زار بسازی؟ اقلا میومد این دکونا رو من یکی یکی بهت میگفتم، مثلا پیرایش کجاست، کتابخونه فلان کجا بوده، کافه لاله‌زار کجا بوده، دارم پیراندوزی حسن نور کجا بوده، یکی یکی داره میگفتم. اصلا میسخته اینا رو. میدونی چیه من گفت؟ گفت من شبیه سازی میکنم، اصل رو نمیسازم. راستم میگفت این لاله‌زارم اسمش لاله‌زاره ولی شبیه سازی. عمرشو به لهو و لعب نگذرد، خود به بازیگر بود، تئاتر بود، پایه‌گذارای تئاتر. درست درست آدم هایی مثل آقای اسدزاده رو به نظر من بایستی تا اون لحظات آخر زندگیشون ازشون استفاده کرد و جوری نشه که یه مقدار سنشون بیش از حد رفت بالا اونا رو فراموش کنی. غنیمت فرهنگی هم دیگه، میدونی داشتن آدم هایی از جنس داروش اسدزاده یعنی فهم نسل، فهم نسلی از بازیگری. من نمیخوام هیچ قیاسی بکنم چون یک انفصالی صورت گرفت که فرهنگ چند به اصطلاح یک فرهنگ جدیدی اومده. ما اینجا مثلا به بازیگر میگیم آقا تئاتر، میگه احمد بدم میاد از تئاتر. اصلا سوال برای من یعنی چی بدت میاد؟ جوونا ظاهر رو میبینن نه باطن. و کدوم جوونا؟ اونایی که رو پارتی بازی اومدن، اونایی که پول دادن اومدن، اونایی که به قول ما تئاتریا خاک صحنه نخوردن. واقعا جوونهایی که به خاطر فقط هنر تئاتر و هنر سینما به خاطر اینها میان توی کار، به خاطر اینها میان تو کار و مطمئن باشند که اونها پا بر جا مونن. کسانی که برای کارهای دیگه میان میرن، شما دیگه اسمشون هم نمیدونید اصلا. مدیر پشت صحنه بود، اگر هنرچه یک دقیقه مثلا فرض بکنیم یه دقیقه دیر میرفت رو صحنه، همون وقت جریمهش میشد، فوراً اطلاع میداد که اینطور. و یا اینکه اگر هنرمندشه نمیمد که دیوا بیلا. کسانی که الگو شدن گاهی رگشون، خونشون، جونشون و هر چی که دارن رو برای ارزشهایی که بهش باور دارن میذارن. آقای اسدزاده به نوعی چنین جلوه‌ای داره. ایشون بازیگری است که تو هر دهه یه اثر خوبی از خودش به جای گذاشته. خیلی دوست دارم که به بزرگان دیگه هم بگم مثل آقای اسدزاده دست به قلم بگیرن و خاطراتشون رو بنویسن. خاطرات اینها برای نسل‌های بعد که یکیش ما باشیم بسیار ارزشمنده. چه تا کتاب نوشتم، یکی مربوط به تاریخ ایرانه، یکی به نام سیری در تاریخ تئاتر ایران از قبل از اسلام تا سال 57 و کتاب آخری که دو سه ماه پیش منتشر شد به نام تماشاخانه تهران و الان هم دفتری هستم که تا
تهران قدیم رو بنویسم. یه اتفاق خیلی خاص بر من افتاد تو همون روزهای اولی که با ایشون سر پروژه قلاده طلا آشنا شدم. به من یه هدیه دادن با دستخط خودشون که فوق العاده برای من ارزشمنده. من از ایشون فقط محبت و انسانیت دیدم توی یک کار و تلمس کردم، کار یاد گرفتم. انشالله که ایشون همیشه سایه‌شون بالا سر هنر بازیگری من بکرد. مش کریم دیشب از بیمارستان که در میاد همه چیز دستگیرش میشه. صبح اول صبح که من داشتم نماز میخوندم در خونم سبز شد، از من کفشاتو خواست. اینم ده بگم، کفشاتو گرفتیم اما هر کاری کردیم حاج آقا پولش قبول نمیره دیگر. خدایا شکرت، این بچه هم با آرزو شدید. شد نغمه خان مرغ سحر، چشمان من مونده به در، قلبم گواهی میده که او نمیآید دگر. ای دل کجا رفته، چرا رفته، ز من راز خود نهفته. شب تا سحر یک دم ز دست غم، دگر چشم من نهفته. من به صدای گرم تو عادت داشتم. واقعا بعد از چند سال که شما رو ندیدم، امشب شما رو بینم، به قول معروف گل از گلم شکفته. خیلی ممنون. یک هنرپیشه قدیمی با شخصیت، گذشته از اون سرو قدی که شما داشتید، یک حالت نجابت و اصالتی در چهره شما بود و هست. من قبل از انقلاب در حدود 90 تا فیلم بازی کردم. بنده حرفی ندارم، ولی متاسفانه با قانون جدید حمایت خانواده نمیشه دوتا زن گرفت. بله بله. صاحبزاده من هیچ نمیفهمم. What is this؟ این چی هست؟ شما تمام حقوق بعد کلاه بردار شارلاتان، هر دوی شما آدم های مزخرف هستی. بیهیدی نرو من بیدارم ایسا مدرفه بعد از انقلاب وقتی وارد ایران شدم بسیار کار کردم، چه تلویزیون چه سینمایی. ترم همه جورش هست، از معمولی که مورد استفاده مردم بی‌بضاعته تا ترمه زری که مورد استفاده اشرافه. من یه خوب قدیمیشو میخوام. چقدر میخواید خرج کنید؟ نمیدونم والا، من فقط یه خوبشو میخوام. ببخشید میتونم یه سوالی بکنم؟ بله. شما این ترمه رو برای مراسم عقد میخواید یا برای عزاداری؟ برای رو جنازه است.
خدمت ایشون بودیم دو تا کار، قلاده‌های طلا بود و یکی یتیم خانه ایران. آدم بسیار خوش مشرب، پر انرژی، دارای اخلاق، وجدان کاری و وقتی که همیشه سر کاره اصلا انگار نه انگار که 90 سال 92 سالشونه. شما رو که میبینه چی؟ هیچ حرکتی؟ عکس العمل جزئی؟ نه هیچی دکتر، هیچی. شما خواهرشین؟ نه دوستشم. آقای دکتر من همین یه دونه دختر رو دارم. ناراحت نباشین خانم، فقط یک کمی تحمل میخواد. خب آقای مهندس دهقان، بریم اینجا رو به خانم ها بسپاریم. بفرمایید. دکتر حالا نظرتون چیه؟ چی کار باید کرد؟ صبر کن، حوصله. صحبت گذشته یک انسانه. در سال 1352 عضو هیئت مدیره سندیکای سینما ایران بودم. در سال 1379 وقتی از خارج از آمریکا برگشتم رئیس انجمن بازیگران سینمایی بودم. این مردم قابل تقدیرن، من سر تعظیم براشون فروت میارم. مردمان خوب ما، من داریوش اسدزاده، بازیگر تئاتر، سینما، تلویزیون هستم. دلم میخواد که شما نظر خودتون راجع به من بفرمایید. من آقای داریوش اسدزاده رو چندین سال بازیاش رو دیدم، خیلی هم از بازیش لذت میبرم و خاطرات گذشته من برام زنده میشه. اینا بخش عظیمی از تاریخ معاصر ما هستن در زمینه هنر و سینمای ایران و تئاتر به خصوص. اکثر فیلمایی رو که بازی کردن دیدمشون، واقعا نقشاشون رو خوب اجرا میکنن و من خیلی خوشم میاد از فیلمایی که تا حالا بازی کردن. یه بازیگر خیلی دوست داشتنی، خوب، با شخصیت. ایشون یکی از هنرمندان خیلی خوب کشورمونن. هنوزم فکر کنم ایشون با سریال خانه سبز فکر میکنم تو یاد مردم باشن. بیشتر نقشایی که داشته نقشای مهربون و مثل پدر بودن. چهره دلنشینی دارن، بازیاشون هم فوق العاده عالیه، ان شاءالله که زنده باشن. ایشون های اسدزاده نماد تهران قدیم هستن و شاید برای خیلی از ما نوستالژی باشن، ما که نه حتی پدران ما. یکی از بازیگرای خوب کشور ما هستن که من از بچگی ایشونو دیدم تو سینما و بیشتر فیلماشو که میبینم خیلی احساساتی بازی میکنن، خیلی هم دوستش داریم. خانم تشریف آوردن، بفرمایید. بله خانم، از هنر شما خیلی برای پدرمون تعریف کردیم. حالا نمیخوای با پیانو یه تیکه چیزی برای شما بزنیم؟ فورلیس، فورلیسو بزن. فورلیس چیه؟ یه چیزی بزن حسن آقا، اینا خوششون بیاد. بزن از این ماکل جکسونیه یه چیزی بزنه. به خاطر جکسونش. این برنامه تاهچه که من کار میکردم یه عشاق حسین چاکی پیدا کردیم که مبدل به ازدواج شد به نام هما شارقی، از خانواده محترم شارقی ها که از خانواده قاجار بودند و ازدواج کردیم. 17 سال من با این خانم زندگی کردم، ولی من عاشق فرزند بودم، اونم عاشق بود. خیلی هم معالجه کردیم، مثمر ثمر واقع نشد، بالاخره جدا شدیم ازم. بعد از مدت دیگری با یه خانم دیگر ازدواج کردیم به نام سهیلا غزلی. آرزو داشتم فرزند داشته باشم که بعد از 17 سال ازدواج کردم و خداوند یه پسر و بعد دو تا پسر عطا فرمودند. خب حالا دیگه هر کدوم کور و شوهرش. من 4 تا نوه دارم، 2 تا از این 2 تا از اون. بچه های من عاشق کار من بودن، اونچنان عاشق بودن که گریه میکردن که بیشن سر تئاتر. من برای اینکه اینا نیان
نمیتونم چیکار بکنم. خدایا چه کنم؟ اینا من نمیخوام بچه هم بیان توی رشته کار من، چون میدونستم عاقبتی نداره کار من. من عاشق بودم، اونا چرا؟ چه بهتر که من عاشق بودم خارج. دلم میخواست که حالا بچه هم اونجا پرورش پیدا بکنن، تحصیلاتی بکنن. خب $1,000,000 تمام زندگی رو فروختم، بردم سرمایه گذاری کردم. خودم در عرض 24 ساعت به حقیقت میگم 18 ساعت کار میکنم. بنده یه مغازه رو که مینی مارکت بود، گزستشی مینی مارکت بود، با $250,000 خریده بودم. نه که بخرم، آوانست دادم، یعنی مشکی خریدم. برای گرین کارتم بود کارگر آمریکایی داشتم و مجبور بودم کارگر آمریکایی داشته باشم. اینا هفته یک مرتبه مأمور بازرس می‌فرستادن، مغازه رو چک می‌کرد. مثلا تشکیلات بستنی که درست می‌کردن که بستنی بو نده، خراب نشه، یا پنیر و کره و فلان اینا. حالا فکر کن مامورینی که میان کره پنیر میذارن، سلزمنا یعنی فروشنده ها، اینا میان میذارن، یکیشون یادش رفته مثلا مال دیروز ببره، برده همه رو، یکی دو تاش مونده اون پشت بوده. بعد میان این ایراد میگیرن، یخی من یه پوینت برام میذارن. طوری شد که ازن پول من خوردن، گفتن تو خطا کاری. با ایرانیان زیاد خوب نبودن. به نتیجه من درست $250,000 یه پا اونجا از بین رفت. یواش یواش که پول را ته کشید، عیال بنده که وقت عاشق بنده بود، عاشق سینه چاک من بود، یواش یواش عوضی شد. خدا نکنه مرد ضعیف بشه، خدا نکنه مرد تو زندگی ضعیف بشه که روز مرگشه که این من دیدم. من موندم و همین لباس کردم تو امریکا. رفتم مغازه که فروخته بودم به یک کره‌ای، یک مغازه ایرانی آمریکایی بود، مثل مثلا بکن همین مغازهایی که هست، همین چیزی که همین رو من بود، رفتم تا من دید باس رئیس مدیر خوشو بش کرد و دعوت کرد و میگه تو اونا رفت چیز بریزه شیر قهوه رو شیر کنشه بیاره سیگار بریشت یه سیگار دوستی دارم. من این دوزدی کردم یه سیگار از مغازه خودم با وضع عصب من گریه می کنم. نهایت آرزوم همین دلیلم تمام شکیت کمان بود که اینا رو
به رشد برسونم و صاحب کمالاتی بکنم که متاسفانه به آرزو نرسیدم. بچه ها از من زیاد تغییرم نگرفتم و زیادم محبت نکردم. حالا اصلا نمیدم پدری داشت کسی ما را آمده بودم کسی ما را آمده بودم اصلا این بعضی وقتا توی یکی یکی از کتاب ها میمشتم مشتم تقدیم به کوروش و آرش عزیز طلبکارهای بی‌سند که دیدار ما به ابدیت به پیوندند. حضرت هدف خود تلفونی رو زنیم ما پدر کشتیم چقدر بشر بی‌عاطف است، چقدر انسان ها کسی هم بدانم حال کجا رسیم سالم باشه خوب باشه. آرزو دارم که راحت زندگی کنم. سرمایم که از بین رفته، کارم که از بین رفته، کجا برم؟ ایران هم نمیتونم برم، دیگه چیزی ندارم. پس ولی با این وضع خیلی پر روی کردم، دوباره برگشتم، دوباره زندگی رو در سن 65 66 7 زندگی رو از سر شروع کردم و خب الحمدلله خداوند همیشه یار و پشتیبان من بوده، موفق شدم. تنگ شدم گفتم برگردم. برای خوبی کردید آقا، خوش اومدید. امیرعلی پسرت چطوره؟ حالش خوبه؟ این آقا معلم هنوز تو فکر آسمون و زمین و ستاره و این چیزاست. ای آقا اینقدر دوروبر شما پلکید پسرم پاک آسمون گرد شد رفت. دعاش کنید آقا. مگه طوری شده؟ جنگم آقا، تو جنگم که حلوا پخش نمی کنه. به زنش نگفتم، پسرم یه تیکه گوش رو تخت بیمار است. این جوونا با چه فداکاری و با چه جانفشانی با سینه‌های ستبر با عدم امکانات رفتن به جنگ یک کشوری که تمام دنیا ازش حمایت می‌کنه. ما جدا میخوام به این جوانایی که یا مفقود الاثر شدن یا حضورتون عرض بکنم شیمیایی شدن یا به هر طریق اینا مردمان خاصی بودن قابل تقدیس هم هست، سلام چیکی شما هستم، دستونو میبوسم، خاکپای شما هستم، شما دلاوران مملکت ما هستید. امیدوارم به زودی بهبودی پیدا بکنید. ما به وجود شما افتخار میکنیم. من به نام یه پیشکسوت هنر خاکپای شما هستم.
سلام. سلام. من خوبی. ماشاءالله هنوز هستی قدیم. قدیم قدیم هستی. یادت هست؟ نه. من مراد برقی با برقی هم بودم. 70 سال پیش، 80 سال پیش. یک بیا بیا میخوام پولیست کنم. بگو شوشتایی. من خودم فوتبالیست بودم همون موقع. من پرسپولیس و احمدی مرتضی احمدی با من دوسته. با من دوسته مرتضی احمدی. بناره میدم زمان شاه قدیم با من دوست بوده. چه خوب پولیس اشتایی اشتایی محبوب تشکر محبوب تشکر. شما از مردان بزرگ ما هستید. ما شما رو دوست داریم. مخصوصا که پرسپولیسی هم هستی. خوش مقدس نیستم. همه هنرمندان دوست دارم. بارک الله. همه مردم ورزشکاران هنرمندان برام فرق نمی کنه. همه دوست دارم. من جانباز وطنی هستم. عاشق همت. همت به من دست استقامت صاحب من داده همه عاشق بشم. بذار ببوسم. خودم میخواستم ببوسم. چقدر آقای اسدزاده انسان هستن و این خصوصیتشون برای من بی اندازه قابل احترام بود. تو جز عملمردای تئاتر بودی که کار خوبی عرض کردی برای مردم. مردم دوستت داشتن و کار خوبی کردی. مرسی. ولی خب تو جهرم پیر شدیم دیگه. بده روزگاریش رئیس هیئت مدیره تا سخنرانی سینما بودیم. یادمه که در صدر می نشستیم، ارد می دادیم، تلویزیون رئیس بودیم. حقیقت هم بود چه من الان ندانیم، اما افرادی مثل تو ندانیم. می خریم. چجوری می خریم؟ می خریم. خنده خیلی معروف داره از اون پیر مرد. با حالاست که تکلیفت معلوم نیست. پیر مرد جوونه چی میگه که اینقدر عشقه؟ در سال 76 با خانمی در یک مهمانی آشنا شدم به نام خاتون اسمش یاد افرام طاهره خاتون میرزایی هستم، همسر آقای داریوش اسدزاده. یه روز داشتیم دو مصاحبه میکردیم، زلم هم نبود، رفته بیرون خرید کنه. وقتی من دید اینجا شلوغه، یه دو تلویزیون اومد دمیدم یه چه خبره تو کتابون رو صحبت میکرده. آها قبل از آن پرسیدم که اسم خانم، گفتم نمیدونم چیه. حالا باشه بعد گوش میدی. بعد همه تعجب کردن یه خانم اومده تو. بعد گفتم ببخشید خانم اسمت چیه؟ گفت که طاهره خاتون میرزایی. خانم من طاهره خاتون میرزاییه. خیلی آدم خوبی هستن، در مجموع دوست داشتنی هستن. بدترین خاطره وقتی مریض شدن، مجبور شدن ببرمشون بیمارستان و جراحی شدن. نگران بودم براشون. خیلی شادم. میدونی چرا؟ برای اینکه خواهرم برای دیدنم میاد. به بعد تنها خاطره من خواهر عزیزم. چه عجب تشریف آوردین تو خونه. حالا خوبه؟ خیلی وقت منتظرت بودم. خیلی ممنون. بفرمایید. خیلی خوشحالم کردی. مرسی. شما خوبین؟ خوبم، بد نیستم.
من توراندخت اسدزاده، خواهر داریوش اسدزاده هستم. من با برادرم همیشه دوستم، زندگی میکنم و عاشقش هستم، دوستش دارم. تنها کسی که یه برادرم مونده فقط واسم. فیلمایی که بازی میکنه فوق العاده است. نه یه دفعه چند دفعه تماشا میکنم، با یک دفعه اکتفا نمیکنم. و همیشه دوست دارم، از خدا میخوام که همیشه خداوند همراهش و مواظبش باشه، سلامت باشه. نامحرم توی جلسه کی بود دکتر؟ جامی؟ چطور؟ برای کی جامی؟ چرا که نه دکتر؟ آزما رو که خود شما از لندن احضار کرده بودین. طرح شما غیر منتظره بود آقا، واقعا من شوکه شده بودم. بفرمایید. Hello, General. Nice to see you again. Nice to see you again. این عکس من در کرمانشاه بعد تازه بردم، هنوزم چیزی نمیدونستم. این عکس منه و اما این عکس خانوادگی منه، پدر منه، این منم، اینم عموم، اونم برادرامه، اونم پدرم. اینم یکی از فیلم های کوتاه بود. این فیلم کوتاهی بود که برای اولین دفعه من درست بازی کردم. آقای شیبانی کارگردانش بود و به کن رفت برای دیدن. برای اولین دفعه فیلم کوتاه به کن رفت. اینم یک فیلم کوتاه دیگری بود به نام ساغر و اینم فیلم دیگری است. Someone like make up there. بعضی اون بالا من دوست دارم. در سال 1391 درجه یک هنری رو از وزارت ارشاد دریافت کردم و چون در آمریکا بودم، در دانشگاهی که رفتم کار کردم راجع به تئاتر، نه یه مدارکی داشتم که وقتی اومدم اینجا قبول نکردن، ولی خب در اثر کوشش بسیار و صحبت درجه دکترای ادبیات رو از دانشگاه تهران گرفتم و هنوزم در مطالعه هستم و امیدوارم بتونم کارهای پر ارزشی رو برای جامعه هنری تحویل بازیگران هنرمندان بدم. من در مدتی که این کتاب رو خریدم علاقمند بودم به شعر، به تاریخ، به سیاست، به مذهب، اما کتابی که راجع به شعر بود عاشق بودم، مثل حافظ. ادبیات در دنیا غنی هست. شعرهای بزرگ داریم، نویسندگان عزیز ارجمند شعرهایی داریم، مثل حافظ، مثل مولانا، مثل سعدی و امثاله. رحمت الله علیه حافظ از سخن سرایان بزرگ دنیاست، نه تنها خاورمیانه. حافظ میگه که روندگان طریقت به نیم جو نخرند قبای اطلس اون کسی که از هنر خالی است. من و بهروز سوقی و ایرل در به جنوبه رفتیم اهواز. آقای بهروز سوقی دستوری که وقتی که استاندار و فرمانده لشکر و فرماندار و اینا هستن و تمام زعمای قوم اهواز و شاید آبادان هم بیان، حالا این است که فروشی نیست، همش مهمانه. این است که شما بازید صحبت کنید، یکی از فیلماتون هم نشون بدید. ما آقا من بالا نیستم، هر بزنم برم چی صحبت بکنم؟ آقا راجب دهی جونم برم راجب سینما، دهی سینما است که من حرفی بتونم بزنم.
آقای اسدزاده عضو سندیکاست و ایشون با تو باید بکنه من چی بکنه؟ آقا اسم شماست، شما معروفتر از ایشون هستی، باید شما صحبت بکنه. الو الو سلام علیکم، من اسدزاده هستم، میخواستم با بهروز صحبت بکنم. علی دلم سپاس گذارم از اینکه همیشه همینطور به من محبت داشتی. قربونت برم، من همیشه خاطرات خوبی با تو داشتم، هم تو فیلم ها که با هم کار میکردیم، هم که بیرون اینجا بودی یه مدتی تو وستک اینا بودی، یادمه. آره دیگه، من تو از دوستان خوب من بودی، از دوستان قدیمی من بودی. ما همیشه بودم، همیشه هستم بود. من هم همینطوری، من خیلی دوست دارم بهروز. تو قربونت برم، تو هنرمندی بودی، تو ابر هنرمند زمان ما بودی و هنوزم هستی. قربونت برم، لطف داری تو. درستا خیال نکن اگه به زنگ نزدم فراموشت کردم، نه، بدون گرفتاری های کار و خیلی چیزا دیگه ذره باعث میشه که این باعث این دوریا میشه. یعنی درسته، آره میدونم. یعنی من تمام کارهای تو رو تو اینکه میای ترکیه برمیگردی فیلم بازی همه رو من تعقیب میکنم و دنبال میکنم و خوشحالم. قربونت برم، حتی دوست داشتی به من، انشاءالله که همیشه زنده باشی، من باز فرصتی باشه تو رو ببینم، باز فرصتی باشه به هر حال یه لکلکی با هم توی فیلم بکنیم. تو آدم دوست داشتنی خوبی بودی همیشه، من یادمه این روز یه جشن بود یا مناسبتی بود در تئاتر شهر، خیلی آدم میاد تو این مناسبت های دوستانه یا تو این اجرای خصوصی هنرمنده، آدم ها هم دیگر رو خیلی میبینن. من یه دفعه چشمم افتاد به آقای اسدزاده، حسن پوشیاجی رو دیدم، رفتم جلو گفتم آقای اسدزاده کجا بودی؟ گفت تو منو میشناسی؟ یعنی هیچ کس من نمیشناخت، منم هیچ کسی نمیشناختم. گفتم من شما رو خوب میشناسم، فیلماتون رو خوب دیدم، میدونم کجا تئاتر کار کردین، با آقای نصر چه کار میکردین، یه تحقیقاتی داشتم. گفت یه کاریست تلویزیون. گفتم من تلویزیون کار نمیکنم. خلاصه با آقای هاشمی به اتفاق بلند شدیم رفتیم خونه آقای اسدزاده و این خبر خوش رو با خانم خیرآبادی در میون گذاشتیم که بالاخره پارتنر شما پیدا شدن. بعد دیدیم خانم نادرم که تئاتر میشناختیم اومدن، راهی شروع شد، ما با سمندون کار شروع کردیم. در خونه سمندون نبود، این در چوبی بزرگی بود که من سه ماه اینجا اومدم رفتم عوض شدی. تو قفلم داره، افسوس، اومدم ببینمت. سلام. بالاخره کار خودتو کردی عمی جان. چه اشکالی داره؟ جوونه، میخواد اینجا رو آباد کنه. مگه اینجا خرابه است؟ اینا همش عتیقه است. 25 سال پیش 3 ماه من این کوچه رو، کوچه کاگلی رو اومدم رفتم، حالا بسیدم در نگاه میکنم، خاطرات گذاشتم و دارم تجدید میکنم
تو فکرم، تو مغزم. گذشته ما قدیمی ها خیلی قشنگی، خیلی حرف داری، خیلی درد دل داری. تهران، تهران مهالود. دارم تهران نگاه میکنم در 80 سال پیش. من 12 سالم بود. تهرانی که با این کوچه های تنگ و تاریکش، جوهای کثیفش، با اون آبش، با اون دیوارای کاگلیش، با اون خونه های یه طبقهش، با اون درهای چوبی، با اون کلونا، مردم صادقش، مردم متدینش. من معتقدم و باور دارم خونه من، یعنی ما، در هر شرایطی سبز و نور امید به هر شکل و صورتی موظفه که از اون بیرون بتابه. سبایی، تو چته؟ میخوام بدونم تو معرفت داری؟ یعنی ندارم؟ پس معرفت کن. به هیچ وجه زودتر از من نرو. میدونی چه کار سختی رو از من میخوای؟ میدونم. طوری حرف میزنی مثل که قرار من بمیرم. نه، ترسم اینه که من زودتر نمیرم. نرو، جون هر که دوست داری. سبایی. چشم. سلام، چطوری؟ چرا؟ زود رفتی قبول با همدیگی بریم. آی زندگی پدر، یادت میاد سال 26 که توی تئاتر اومدیم؟ از اون موقع ما با هم همکار شدیم، چه در سینما چه در تئاتر، همیشه با هم بودیم. پدر، خداوند روی شاد کن، شاد باش. زن با محبتی بودی، تو مادر سینمای ما بودی. امیدوارم منم به زودی به تو ملحق باشم، همدیگر رو ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. نکنی سبایی یه چیزیشه؟ این حرفا چیه که میگه؟ نکنه خدای نکرده مریض و به من نمیگه. من دلم میخواد که قرن رو تموم بکنم. البته ناصر دیشا میخواست قرن تموم کنه، کشتنش. سلام. دایی چیه؟ دایی راسته که شما داریم میمیری؟ ساکت علی. کی گفته دایی؟ مامان نرگس گفته دایی داره میمیره، مواظب باش اذیتش نکنی. علی خدا نکنه. ببینم اصلا به من میاد که بمیرم. و من خواهم گریست تا دلم عشق شود و عشقم جوی با. سلام خسرو.
امروز اومدم وادی خاموشام خسرو، اومدم با تو دیداری تازه کنم، بیاد گذشته، بیاد محبتات، بیاد آقاییت. خسرو تو رو هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. الحمدلله رب العالمین. میبینم که به خودت رسیدی، سنگی و نشون که خسرو چکیو مونجا اینا همینطور اکوره اینم همینطور جعفر والیه بعد از من این گنجینا به کی میرسه؟ به کی باید بدم؟ چون حیفم هست در حتی بعض وقتا فکر میکنم که خدای اینا رو به کی بدم؟ یعنی کتاب خونه هم به کی بدم؟ اینا رو به کی بدم؟ این خاطرات رو به کی بدم؟ مدت هاش راجعی این موضوع فکر میکنم. بزنم تا عمر من نمونده. هنر رو طی کردیم، آخرش هم به هیچ کجا نرسیدیم. افسوس. 70 سال، 80 سال به کوب کار کردم، به کوب کار کردم، نوشتم، خوندم، بازی کردم، دوندگی کردم، چه در تئاتر، چه در سینما، چه در تلویزیون، چه فعالیت ها کردم. هیاهوی بسیار برای هیچ. هنوز عاشق صحنه و سینمام، هنوزم تبش بهترم میکنه، فضای سکوت من آینه داره باز بازیگرم میکنه، یه حسی منو از ته آینه به آغاز دنیای من میبره، منو از تماشای تنها شدن به سمت تماشا شدن میبره، منو میبره، منو میبره، منو میبره سمت سالای دور که بازم به گریه دوچارم کنه، که تو خلوت خشک این لحظه ها به سوزونه و لاله زارم کنه، همه دلخوشی من این روزها یه مش فیلم و عکس قدیمی شده، ببین بی کسی با من و زندگیم
چقدر مهربون و صمیمی شده. زمستون بود، سرما بود، یخبندون بود. خونه ما خیابون گرگان بود. من از خیابون گرگان می اومدم لاله‌زار پیاده. از لاله‌زارم پیاده آخر شب می رفتم خونه. شب شد. گروه پیستندم تا 6 بود، 7 بود. آمدم برم تو. رئیس تئاتر، مدیر تئاتر احمد دهقان بود. رفتم جلو سلام کردم. گفت ها چی؟ گفتم امشب من پول ندارم. 20 تومن مساعده من بدید. آخر باز از رو هم کم کنم. گفت باید باشه باشه. خب وقتی کیشه رو جمع کردم برات میفرستم پرشستم. اصلا یادم رفت که دوباره بفرستم که پول نیمد. تا تموم شد. اومدم بیام بیرون دیدم چه برفی اومده، سرما، سوز سرما. گفتم خب میرم خونه، یادش شدش برام پول بفرسته، این آدم بدی نبود. راه همش که راه افتادم یه ذره تو برف تلق و تلق و راه اومدم بالا، یه وقتی دیدم کفشم پر برف شد. پای کفش رو بلند کردم، سولاخ کردم کفش. چطوری تا خیابون گرگان برم من؟ موندم اونجا. خیابونم خلوت، هیچ کس نیست. از کی پول بگیرم؟ چطوری برم؟ درشگشت کسی؟ یه سر اومدم بالا، دیدم نوک پنجام داره یخ میزنه. گریم گرفت. تقریباً کوچه رافائل بود. دیگه هم دیگه نمیتونم برم. یه مغازه بود، یه ذره چیز داشت. نشستم اون تو، کفشام در آوردم، پاهامو یه فشار دادم، ماساژ دادم، حرکت دادم که از حرکت نیفته. گفتم کوه مردمی که اونجا تشویق میکردم اون همه دست می زدن، یکیشون بیاد، این من چه حالی دارم. آدمی بودم با یک دنیا احساسات. خدا نکنم
کسی احساساتی باشه و احساسات داشته باشه زجر میکشه، زجر آوره. میبینید؟ خیلی زجر کشه. یک گوشه هایی رو براتون گفتم، بازم نگفتم. فریدون مشیری، خدا بیامرزتون، سعدی افشار، بزرگترین کمدی مملکت ما. من وقتی اومدم به زهرا وارد که شدم، اصلا یک تأثری به من دست داد. روحت شاد باشه علی فردی. به 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 علی حاتمی، استاد بزرگ سینما، استادی که شهرک غزالی رو ساخت، استادی که در دیالوگ نویسی اول بود و هنوزم هست، دکتر هوشنگ کاوسی، منقد، مترجم، نویسنده، محمود استاد محمد، استاد تئاتر، اصلا میسید که تمام رفقامو دارم میبینم، یعنی 70 سال رفقای هنریمو دارم میبینم. جعفر بزرگی که همسن سال من بود و با هم زندگی داشتیم. خدا بیامرزه، روحت شاد. بزرگترین آهنگساز بابک بیات، سکوت سرشار از ناگفتنی هاست. اکبر رادی، بزرگ مرد تئاتر، بزرگترین نویسنده. اینجا که اومدم هم نگاه کردم تو اینجا محفل دوستانه و تمام اینا جمع شدن دور هم دیگه، حتما با هم گفتگوی دارم، حتما با هم خاطراتش رو تعریف میکنم. ناصر گیدیجا، خدا بیامرزتی، مرد خوبی بودی ناصر. آخرین کار کردی میدونی چی بود؟ اون فیلمی بود که من میوردم میومدی بالا سرم و حالا تو مردی من اومدم بالا سرم. خدا بیامرزتی، روحت شاد باشه. مرتضی احمدی، رفیق همسن سال خودم، مرتضی خیلی با تو خاطره دارم. یادم این پیش پرده میخوندی، شعرش هم این بود: بچه یه چاق و چشم و در دلم کلوفت. هیچ یادم نمیره، چه گره به اون پیش پرده. دوستان، محفلتون رو بهتون تبریک میگم. منم میام، منم واردتون میشم. تازه نزدیکی ها، زیادی نیست، تنهاتون نمیذارم و دلم میخواد بیام محفل شما رو تماشا کنم، ببینم چی کار میکنید، راجع به چی حرف میزنید، راجع به خاطرات حرف میزنید، چی میگید؟ روزگار غریبی است نازنین، و تبسم را بر لبها جراحی میکنند و ترانه را بر دهان. شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس، روزگار غریبی است نازنین. ابلیس پیروزمست سور عزای ما را بر سفره نشسته است. خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد. خدا نکنم کسی احساساتی باشه و احساسات داشته باشه، خیلی زشکش شد. زندگی حبابی بیش نیست،